السلام علیکم بینندگان عزیز، اینک نشر نوبتی بخش خبری پیام روز از طریق تلویزیون ساق منظور شما میگردد. در سودی با شما جهانگیر صابر. پرزیدنت شوکت مرزیویف روز 11 ژانویه سال روان از کلاستر استحصالی اگنتی صنعت مدافع واقع در ولایت تاشکان دیدن کرد. میتوان گفت که با تشبث سروری دولت جهت اصلاحات و همه‌جانبه مدرنیزاسی ارتش ملی ما، تبدیل دادن آن به ارتش نو که به طلبات زمان پر جوابگو و قادر به کفالت استقلال و بهبودی خلق ما، صاحب اختیاری و امنیت ازبکستان نو است، تدبیرهای منتظم اندیشیده میشوند. از جمله در سالهای آخر با مقصد بلند برداشتن ثمره‌ناکی و صفت آمادگی اپراتیو جنگی قشون‌ها، فراهم آوردن شرایط مؤثر برای بلند برداشتن تخصص و مهارت حربی، یک قطار پلیگون‌های تعلیمی داروی انفراساختار ضروری تأسیس داده شدند. تیار نمودن کادرها و کاری با صفت در این سمت پی در پی دوام دارد. در برابر این، بنوسازی و بلند برداشتن اقتدار صنعت مدافعوی که امروز به سطح نو می‌گذرد افضلیت داده می‌شود. با این مقصد در ماه ژانویه سال گذشته سروری دولت دستور داده بود که اگنتی صناعت مدافع به ساختار وزارت مدافع گذرانیده شده، فعالیت آن باز هم انکشاف داده شود. از جانب اگنتی، جهت از خود نمودن استحصال محصولات ضروری حربی تکنیکی، خریداری و به قشون‌ها رسانیدن تکنیکای زمانوی حربی، اینچنین تجدید اسلحه موجوده کارهای منتظم آغاز گردیدند. طبق سپارش پرزیدنت ازبکستان شوکت مرزیویف، در یک مدت کوتاه در زمینه چند واحدهای تکنیکی وزارت مدافع کارهای بزرگ ساختمانی به راه مانده شده، انشاءات موجوده به طور کامل تعمیر و از نوسازی کرده شدند. کارخانه تعمیر تکنیک وزارت مدافع و پایگاه مرکزی نگهداری تکنیک اتومبیلی به منطقه کلاستر کوچونیده شدند. کارخانه هایی که در حدود کلاستر نو جایگیران به همدیگر متحد گردیده، استخوانه های یگانه تعمیر آنها تاسیس شده شدند. در این کارخانه ها سلاح و تکنیک حربی، دستگاه های رادری، اسباب های اپتیکی و الکترونی، سلاح آتش فشان و آرتیلری نو کرده شده، متال ها با دقیقی بلند کار کرده می شوند. سروری دولت هم به فعالیت این انشاءات ها شنا شده، ضرورت به صحه وسیع جلب نمودن تکنولوژی های پیشقدم، تاسیس جای های نوی کاری قید نموده، آید به باز هم بهتر نمودن فعالیت کارخانه ها سپارش ها داد. در منطقه کلاستر موافق وظیفه های به طور وسیع جاری نمودن تکنولوژی های سبز در صحه های صنعت، از جمله صنعت مدافع و صرفه نیروی برق، پنل های آفتابی نصب کرده شدند. وای برای از حساب منبع های الटरनेटیو تامین نمودن قسم زیاد احتیاجات پروسس های استحصالی به انرژی الکتر خدمت می کند. به سروری دولت هم نمونه های تکنیک حربی و اسلحه که از جانب کارخانه های استحصالی کلاستر نوی اگنتی صناعت مدافع تعمیر و نو کرده شده است نمایش داده شد. در جریان بازدید، سرفرمانده عالی به فعالیت کارخانه های استحصالی نوهای نوی محصولات حربی شروع کرد و ضروریت تامین نمودن صفت بلند محصولات، بلند برداشتن اختصاص انجینران و متخصصان را تاکید نمود. در آخر، پرزیدنت آید به گسترش منبعده اقتدار استحصالی کارخانه های صناعت مدافع به مسئولین سپارش های مشخص داد. واقعا هم ارتش ملی ازبکستان در آسیای مرکزی در جای اول قرار دارد. چون گفتیم قوه های مسلح کشور ما در سالهای آخر پر را اصلاح کرده شده، با تکنیک های زمانوی تامین کرده شد. با مناسبت 32 سالگی تشکیل یابی ارتش ملی امان، در یکی از قشون های سرحدی ناحیه سوخ تدبیر حربی وطن پروری با اشتراک جوانان تشکیل کرده شد. آرمیا مکانی جسارت و متانت و دانش تحت این شعار در یکی از قسمهای حربی قشونهای سرحدی در ناحیه سوخبوده خدمات امنیتی دولتی واخوری کماندیر و جوانان برگزار گردید. در چورابین کماندیر قسم حربی پدپلکونیک دلمراد اسقرف سراول درباره شرایط به حربیان و اهل اولی آنها فراهم آورده شده سخن کرد و ابراز داشت که واقعا هم امروز ها قواهای مسلح ازبکستان در جهان موقع بلند را صاحب است. بعد معلومات دادن درباره اقتدار قواهای مسلح کشور، کماندیر قسم حربی به سوالهای جوانان جواب داد. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganligining 32 yilligi hamda 14-yanvar Vatan himoyachilari kunini munosib kutib olish va uni keng bayram sifatida nishonlash maqsadi respublikamizning barcha hududlarida harbiy vatanparvarlik tadbirlari o'tkazilmoqda. Jumladan, Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarining Farg'ona viloyatining olis hududi hisoblangan So'x tumanida joylashgan harbiy qismi tomonidan ham komandir va yoshlar uchrashuvi, ochiq eshiklar kuni kabi bir qator harbiy vatanparvarlik tadbirlari o'tkazildi. Maqsadimiz yoshlarimizni harbiy kasbga yo'naltirish, ularning ongu tafakkurida milliy armiyamizdan faxrlanish,
davlat xavfsizligini ta'minlash uchun mas'ul va tuyg'ularni oshirishdan iboratdir. Ushbu fursatdan foydalanib, O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar tashkil etilganligining 32 yilligi hamda 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni bayrami munosabati bilan yangi O'zbekistonimizning taraqqiyoti uchun eng muhim omil bo'lib hisoblanadigan tinchlikni saqlash yo'lida kun-tun mashaqqatli xizmatini o'tab kelayotgan Qurolli Kuchlarimizning barcha harbiy xizmatchilarini ushbu bayram munosabati bilan tabriklayman. Ularning sharafli va muqaddas kasblarini, vazifalarini bajarishda ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Barchangizga bayram muborak bo'lsin. Metavon گفت که واخری مذکور در زیان نمودن شوق و هوس جوانان نسبت خدمت حربی و افزودن مهر و محبت و صداقت آنها نسبت وطن عامل خیلی مهم گشت. بعد انجام واخری جوانان با شرایط برای خدمتچیان قسم حربی فراهم آورده شده از نزدیک شناس کرده شده و اشتراکچیان چورابینی نمایش های جنگی دستی و سلاح های جنگی نمایش داده شد. چونین چورابینی های حربی و وطندوستی برای هدایت نمودن جوانان به کسب حربی در تفکر آنها عمیقا تلقین نمودن حفظ وطن وظیفه پرشرف و مقدس بودن حمایه آن افتخار از ارتش ملی خود و درک نمودن مسئولیت شناسی در وظیفه حربی همچون یک دستور عمل خدمت خواهد کرد. با یاری اسباب های فوتو و ویدیو رادار نزدیک 13 میلیون قانون شکنی معین گردیده است. در دوام سال های 2020-2023 نزدیک 500 حادثه ناخوش راه صادر گردیده 271 نفر شهروند هلاک گشتند. طبق معلومات در دوام 11 ماه سال 2023 در ازبکستان 693 حادثه ناخوش راه صادر گردیده، از آن 2080 نفر هلاک و 8055 نفر انسان جراحت برداشتند. در نوبت اول به صادر کردن حادثه های ناخوش راه اساسا ناپسندی از طرف شهروندان، رعایت نکردن به جوابگری معین شده قانون باشد، دوم ندانستن قاعده های حرکت راه سبب می شود. باید گفت که در سال 2020 در حالت مستی 25035 نفر، در سال 2021 40542 نفر، در سال 2022 47367 نفر و در سال 2023 41866 نفر در سر چنبرک ماشین نشسته حرکت کردند. علم آور است که در سال 2023 قریب 6000 نفر راننده در حالت مست به جوابگری کشیده شده باشد تکراراً به سر چنبرک ماشین نشسته ماشین راندند. در عاقبت آن در دوام سالهای 2020-2023 نزدیک 500 حادثه ناخوش راه صادر گردیده 271 نفر شهروند هلاک گردیدند. از این سبب جریمه ها را از روی قانون شکنی حساب کرده جوابگری برای قانون شکن جزای ماموری از روی بل معین کرده شده است. در ازبکستان سیستم بهادهی فعالیت اهالی کهنسال جاری کرده می شود. این در نقشه چارابینی های عملی برای سالهای 2024-2026 استراتژی ملی سلامتی اهالی 2030 معین شده است. طبقیان همه ساله 4 از 6 میلیون نفر از 55 ساله بالا از معاینه پروفیلاکتیک می گذرند. در نظر است که سیستم بهادهی سلامتی و فعالیت پیرانسالان جاری کرده می شود. اینچنین در محله ها فراهم آوردن شرایط و جاری نمودن مکانیزم های هوسمندگردانی فعالیت جسمانی پیرانسالان پیش بینی شده است. سپارتاکیاده سبوک ککسلی گشتی منتظم گذرانیده می شود. بعد روزهای بشمار یعنی روز 14 ینور سال روان در ازبکستان روز محافظان وطن تنتناناک جشن گرفته می شود. به این مناسبت در شهر حقند لطیف تدبیر حربی وطن پروری تشکیل کرده شد که لوحه نوبتی ما در همین خصوص. مشغولات نوبتی با اشتراک عیس نام سگ آغاز یافت. جوسه اش خورد، اما وظیفه در ذمه اش بوده خیلی بسیار است. برای اجرای وظیفه در ذمه اش بوده الکای او آماده است. خب مولدیس کن خدمت ایتم یاش بر یارم یاشته. بونو تجاوزکارلی شونده که بو ایمن اش نقل تربیه لنگن چونکه بو انتی تیرور هم ده پورتوج مدل ها قدر تاپش بویچم تیر لنگن. خدمت که صادق لگی شونده که بو مینه کماندم ده یعنی مینه بیرغم ده سوسوز بجرد یعنی جنگ ده یا که سفته هر خنده وضعیت ده مینه هیچ کجام بو تشلب گیت میه بیگنه یعنی منو بو پولیز ده اپارات ده اوزی که ناتانش بگنه چه قرال ده
hisoblayapti, qurolli hujum bo'lyapti menga degan xayolda u sizga tashlayapti. O'zi yuvosh, o'zi buyruqsiz, nima, komandasiz borib birovga tashlanmaydi hech qachon. Aiz Tarqaturi digar xizmatchoni harbiy dar namoyishhoyi vatandostona ki dar qismi harbiy shahri Qo'qon barguzor gardid, faolona ishtirok namud. Mashqo bo shujoati baland ijro karda shudan. Dar oxiri ijroi har marsh dar joye ki chorabini barguzor gardide soda ast, sadoi hayuhoy va kafkobiho baland gardid. Surud u taronahoye ki dar mathi vatan va muqaddas budani har yak zarra xoki on saroyida meshudan, mehru muhabbati ishtirokdoronro nisbat ba vatan boz ham ziyod mekard. Tabiiy ki sagi xizmati ham vazifai xudro ba daraja alo ijro kard. Kun davomida bu bilan mashg'ulotlar o'zi aslida 2 soat abitgacha, abitdan keyin 2 soat shunday mashg'ulotlar olib boramiz, sayr qildiramiz ko'proq. Озғлантрамиз ўзимиз. Дар чорабинӣ ки бо иштироки хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Хуқанди Латиф ва ҷавонони номуташаккили шаҳри мазкур баргузор гардид, аз он сабаб хотирмон буд ки ҷавонон пурра ба шароити мавҷуда шинос шуда, аз намоиши ҷанги дастӣ ва қуролу аслиҳа баҳравар гаштанд. Мунтазам ташкил намудани ин гуна чорабиниҳо ва намоишҳои ҷангӣ на фақат ба ҷавононе ки ба соҳаи мазкур шавқи ҳаваси зиёд доранд, балки барои хизматчиёни ҳарбӣ ва аис бар ин сагҳои хизматӣ низ фоидаовар мебошад. برای در حیات موفق شدن یا فراوان زندگی کردن از انسان تنها حرکت و مهنت طلب کرده می شود. چگونه زندگی کردن انسان در حیات به حرکت خود او وابسته است. بعضی ها از نگرفتن حاصل دلخواه از یک گکتر زمین شکایت کنند، دیگری از حساب 15 ساتیق زمین زندگی فراوان می گذراند. موضوع را در مثال مهنت کشان ناحیه سوخ دوام می دهیم. پنج انگوش برابر نیست میگویند. واقعا در حیات هستند آنهایی که بلحچه مردمی سخ گوییم از زمین گوشتی حاصل دلخواه گرفته نمیتوانند و از ناموافقی اقلیم و شرایط شکایت میکنند. اما هستند آنهایی که در قله های بلند کوه بازارها برپا کرده حاصل دلخواه به دست میارند. یکی از نمودن امکانیت برای صاحبکاری شکایت کند، دیگری در صحن حولی خود که از 10 ساتیخ زیاد نیست و پرنده پروری مشغول است و در یک سال تا 100 میلیون سوم درآمد میگیرد. پیشتر برای کار به کشور خارجی میرفت، اما اکنون درک کرد که اگر انسان حرکت کند در زادگاه خود هم میتواند صاحب درآمدی خوب گردد. او امروز زیاده از 600 عدد مرغ مرجان دارد. ام سه تا وارد دیگه نسل ام نسل هاو مو سه تا من حاضر خدا خواهد 600 تا رسوندیم درآمد دورا همین خشو نگاش کنی یک تاش مثلا یک سال 10 12 تا چوجه نغز میتیا انا مو پلش مثلا اون فروختنشا گفتم مو کیونش 150 خروزش 6 7 کیلو گوشت میکنه انا می طبیعت خورده مثلا یک چم خورونی اجوش انا 100 هزار خورونی 150 200 250 هزار 150 هزار درآمد دارم مثلا ای 10 تا 1.5 میلیون درآمد گیری میشه حرکت واقعا همکار پیش از همه به حرکت و مهنت وابسته است. در حدود 40 ساتیق گرمخانه زمانوی برپا کرده در یک سال تا 300 میلیون سوم درآمد گرفتن نفری را اگر به شما گویم شاید باور نکنید، اما در سوخ صاحبکاری هست که سالی گذشته از گرمخانه دو مرتبه حاصل گرفته تا 300 میلیون سوم درآمد به دست آورده است. امروز حالت به 6 تا کارگر کار میکنند، همشون خرسند. 40 صدق زمین به ما گرمخانه تشکیل کردگی. آنم 40 صدق دازر 22 سال دو مرتبه حاصل گرفتم. یعنی یکم حاصل ما ماه اپریل تمام شد، بودرین بود، درام نخشد. 23 تونه بودیم قرب بودرین فرختم. این کمش 7000 8000 این بلنده 14 15. لیکن بازار داخل مانده نرخ 25000 سوم برمگه بود، همون 25000 سوم نرخ همون 15000 کردم. 15000 سوم ما 8000 سوم کردم، یعنی نیمی نرخی همون بازار کرده فروختیم. خلقمو خرسان این، من کارگرمو خرسان. از ما حرکت، از خدا برکت میگویند که در ضمیر این حکمت حیاتی جهان جهان معنی میخوابد. در کدام ساحه نباشد حرکت کنید، البته موفق خواهید شد. بینندگان عزیز، بخش خبری پیام روز دوام دارد و حالا شرح مختصر خبرهای مهمترین کشور را به شما میرسانیم. ش
شب 11 ژانویه در ولایت پنزه فدراسیون روسیه میکرو اوتوبوس با ماشین بورکاش برخورد. در این صدمه 7 نفر شهروند ازبکستان هلاک و 2 تن دیگر زخمی شدند. پرزیدنت شوکت مرزیویف سپورش داد جسد ازبکستانیان هلاک شده اینچنین جراحت برداشته به وطن با هواپیمای مخصوص وزارت مدافع آورده شوند. خبر میدهد وزارت حالات فوق العاده موافق سپورش پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت مرزیویف برای به وطن رسانیدن شهروندان فوتیده و آسیب دیده توسط هواپیماهای مخصوص وزارت مدافع در یکجایگی با وزارت‌های حالت‌های فوق‌العاده، کارهای خارجی، کارهای داخلی، تندرستی و نقلیات، اگنتی مهاجرت مهنتی خارجی و سازمان‌های دیگری دخلدار تمام چاره‌های ضروری اندیشیده می‌شوند. گفته می‌شود در خبری وزارت وضعیت‌های فوق‌العاده موافق معلومات قسم نوبت‌داری وزارت حالت‌های فوق‌العاده فدراسیون روسیه 11 ژانویه تخمیناً ساعت 2:20 به وقت مسکو در کیلومتر 504 شاهراه فدرالی M5 اورال که از ناحیه نیژنی لوموسکی ولایت پنزه میگذرد میکرو اوتوبوس جک که به سمت مسکو حرکت میکرد به خط حرکت روبرو درآمده با ماشین بارکش ولوو برخورد. از 9 شهروند ازبکستان که در داخل میکرو اوتوبوس بودند 7 نفر در جای حادثه به هلاکت رسیده، 2 نفر دیگر جراحت های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده تحت معالجه طبی قرار دارند. وزارت حالات فوق العاده همچنین ذکر کرد که مسئولین فدراسیون روسیه برای رفع اپراتیوی عاقبت های صدمه و رسانیدن یاری تجلی طبی به آسیب دیدگان کمک بیواسطه می رسانند. ازبکستان و قرغیزستان در ساحه پیشگیری و برطرف نمودن حالات فوق العاده همکاری خواهند کرد. پرزیدنت صدیر جاپاروف با قانون درباره راتیفیکاسیون سازشنامه بین دیوان وزیران قرغیزستان و حکومت ازبکستان درباره همکاری در ساحه پیشگیری و رفع حالات فوق العاده را که 27 ژانویه سال 2023 در شهر بیشکک به امضا رسیده است امضا کرد. لایحه قانون از جانب جوکورگو کنیش 29 نوامبر سال 2023 قبول شده است. طوری از خدمت مطبوعات پرزیدنت خبر دادن قانون با مقصد اجرای رسمیات داخلی دولتی که برای اعتبار پیدا کردن سازشنامه مذکور ضرور است قبول شده است. سازشنامه به تشکیل همکاری در ساحه پیشگیری و رفع حالات فوق العاده، کاهش دادن خطر آفات طبیعی، تامین آمادگی و واکنش به حالات فوق العاده، اینچنین رسانیدن کمک متقابل در رفع عاقبت حالات فوق العاده خصوصیت طبیعی و تکنوگنی داشته نگرانیده شده است. سازشنامه اینچنین امکان می‌دهد که مسئله های مربوط به رفع عاقبت حالات فوق العاده یک جایه و تجلیل حل کرده تبادل تجربه اطلاعات و تکنولوژی ها انجام داده، اینچنین در مؤسسه های تعلیمی دو کشور متخصصان در ساحه اداره کنی حالات فوق العاده آماده کرده شوند. در ساحه حفظ اهالی و حدود ها از حالات فوق العاده طبیعی و تکنوگنی به منفعت خلق های قرغیزستان و ازبکستان لایحه های مشترک گذرانده شوند. قانون از روز انتشار رسمی اش اعتبار پیدا می کند. شرکت هواپیمایی اورالسکی اویالینی ای روسیه پروازهای منتظم را بین روسیه و ازبکستان از نو برقرار میکند. اولین پرواز مسافربر 13 ژانویه سال 2024 به نقشه گرفته شده است. شرکت هواپیمایی به نقشه گرفته است که با 5 سمت توسط هواپیماها که قبیل ایرباس A320 و ایرباس A321 پرواز انجام دهد. در کالیفرنیا فرامدن ترما باعث هلاکت یک نفر گردید. در شهر کانادا مکتب ها بسته شد. مبلغ عمومی جایزه جهانی جام آسیا که در قطر آغاز می گردد 14.8 میلیون دلار را تشکیل می دهد. چنین خبرهای مهمترین جهان در صحیفه دنیا 24. در کالیفرنیا فرامدن ترما باعث هلاکت یک نفر گردید. در نتیجه فرامدن ترما در آسایشگاه لیژرانی کوهی در ایالت کالیفرنیا یک نفر هلاک و یک تن دیگر زخمی شد. در این خصوص پلیس حوزه پلیسر ایالت کالیفرنیا در صحیفه فیسبوک خبر داده است. ترما فرمای 10 ژانویه تقریبا ساعت 9:30 به وقت محلی به عمل آمده است. درباره گمشدگان دیگر خبری نیست.
در شرق کانادا مکتب ها بسته شد. طوفان علاقه نقلیاتی را قطع نموده، سبب بسته شدن مکتب ها در مضافات اتلانتیکی کانادایی شاتلند نو، نیو برانسویک و جزیره شاهزاده ادوارد گردید. در این خصوص شبکه تلویزیون استیو خبر داده است. در عین زمان بیش از 6000 استعمال کننده از سبب آفات طبیعی بی برق مانده، در نتیجه هوای نامساعد علاقه پرامی بین این منطقه ها ویران شده است. درباره آسیب دیدگان معلومات داده نشده است. در شهر خوجند جمهوری تاجیکستان از چخوری حاجتخانه طفل نوزاد را پیدا کردند. حالت طفل خوب است. معلوم می‌گردد که مادر کودک نوزاد را پیچانیده به چخوری حاجتخانه پرتافته است، اما دیگران کودک نوزاد را از آن چخوری زنده بیرون کردند و حالا آید این حالت کار جنایی با شده و تفتیشات دوام دارد. مبلغ عمومی جایزه های جام آسیا که در قطر برگزار می‌گردد 14.8 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. دسته غالب در آن صاحب 5 میلیون دلار می‌شود. در عموم دسته های اشتراک کننده جام آسیا به این طرز مبلغ به دست می‌آورند. غالب مسابقه 5 میلیون دلار، اشتراک کنندگان دور نهایی 3 میلیون دلار، اشتراک کنندگان دور نیم نهایی 1 میلیون دلار و هر دسته اشتراکدار جام آسیا با 200 هزار دلار سرفراز می‌گردد. جام آسیا 2023 در قطر از 12 ژانویه تا 10 فوریه بین 24 دسته منتخب برگزار می‌گردد. بینندگان عزیز، در دام این لحظه ها تا قدر امکان سعی و حرکت کردیم با شما تنها خبرهای مهمترین را رسانیم و در همین جا به بخش خبری انجام می‌بخشیم. خیر، سلامت باشید.